با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. دنیا به دست دیوانگان افتاده، این یک واقعیته. قبول کنیم نکنیم، باور کنیم نکنیم، دنیا به دست دیوانگان است. و عجیب اینه که به حال دیوانه هم شیفتگان خودش رو داره و مثل هر پدیده دیگه ای که تو این جهان نگاه میکنیم، دیوانه هم همین خاصیت رو داره. و همطور که مطلع هستی، خبرها رو دنبال میکنی، وضعیتش در آمریکا هم به صورت مضحک و خندداری در آمده است. هر حرکت و هر نقیصه ای که اینجا صورت میگیرد رو به گردن او دیگری بیاندازیم، این معنا ندارد. به باور من رسانه ها برای اینکه مسائل اصلی رو در حقیقت بپوشانند، جنایتی که داره صورت میگیره این رو محو بکنن، در جهت تغییر افکار عمومی هستن. ناگهان امروز خبر آمد که برای بار چندم در منطقه اطراف حلب بمباران کرده، بمباران شیمیایی کرده. و کاخ سفید هم امروز اعلام کرده که بله آقا، این خیلی بده که این کار کرده، تقصیر اوباما بود که در سال 2013 وقتی که بمب زد گفت خط قرمزه و اون بمب زد و کاری نکرد، پس تقصیر اوباماست. و هیچ اشاره ای نکرد که خب حالا تو به عنوان دستگاه قدرتمند چه برنامه ای برای این قضیه داری. بریم پیش آقای رئیسی ببینیم که این پوتین، این مرد قدرتمند، این که شیفتگان فراوانی دارد، در این معادله کجا قرار میگیره و اصلا این ماجرا چیست؟ جهان به کدام سمت و سو میرود؟ این ماجرای بمباران رو ببینیم آقای رئیسی برای ما امروز چگونه تعریف میکنه. آقا من در خدمت شما هستم، بفرمایید. یعنی میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید صحبت شما رو بشه. من فکر نمی کنم عقل سلیم این حرف رو نمیتونه بپذیره که بشار اسد تو این شرایط که کاملا حالت تهاجمی داره، هر روز پیروزی داره به دست میاره، ارتشش با کمک چیز و اون دشمن اصلی کاملا که داعش باشه زیر ضرب هست و اوضاعش بهتر از سابقه، تا جایی که آمریکایی‌ها که سرسخت‌ترین چیز بودن پذیرفتن بقایش رو، تو این شرایط بیاد نابخردی بکنه، نابخردی بزرگ، تحریک عمومی، در صورتی که بشار اسد برخلاف تروریست‌ها دائما افکار عمومی اروپا و آمریکا براش مهمه، سعی میکنه افکار عمومی رو از طریق مصاحبه ها، از طریق پذیرش هیئت های نمایندگی، همین تازگی هم از اروپای شرقی، از چکسلواکی، از فرانسه و اینا رفتن بروش، سعی میکنه افکار عمومی قبل رو متقاعد بکنه اون تصویری که از من ساختن نادرسته. این تلاش داره میکنه. حالا دیوانه است بیاد این کار بکنه. برعکس این تروریست ها هستن، به خصوص داعش هست که میخواد هرچی بیشتر تصویری که از داعش در غرب منعکس میشه خشونتبار، ترسناک، هولانگیز که مرعوب کنه. انت عم تلقى الطيارة عشان تفهميش عمد اهلي عم اضل حيك لانه اتخذ صفرة عملت هيك عصفري 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 على عجابي جبنا عنين عن نشاز ما نقول اخواتك حدا كمان صار له شيء؟ ايه اخواتي اسمعوا على وينهم ان فين كانوا الله يعملك ايه هذا يوفوك يا بشار نموت عليك انا لا رحنا مش ان شاء الله سمعوا
لعنت کنه پدر و مادر اون کسی که پول این مملکت رو بالا میکشه میفرسته واسه سوریه و عراق و لبنان و این ورون و بعد خوزستان اینجوری خاک داره میخوره. خوزستان در این چند روز پیش آمد برای مردم واقعا دل انسان رو میخراشه. موزه هنرمند گرامی ما در تحریم حضور در جشنواره هنری آمریکا نمونه از غیرت ملی ملت ایران است. دولت آمریکا باید از این نمونه درس بگیرد که در مقابل یک ملت بزرگ و ریشه‌دار و متمدن قرار دارد. این گونه اقدامات عجولانه و نارس بیش از آن که قدرت آنان را نشان دهد حراس آنان و ضعف آنان را هویدا می کند. وانگهی فلش مبارزه با تروریسم آنان را برملا می کند که عملی مکارانه است، وگرنه بعید است آنان ندانند مصدر اصلی تروریست ها کجاست. اگه 11 نفر تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن، شما میدونید که این امکان برای ما وجود داره که اقدام کنیم. ما سلاح اتمی نیاز نداریم، شما 6000 کلاهک اتمی تو خاکتون دارید. اون 6000 کلاهک اتمی آماج طراحی های ماست برای اینکه در اونجا جنبش های چریکی برن همونا رو منهدم کنن، نه جنبش چریکی ایرانی، از تمام کشورهای اسلامی میتونی همه رو از اونجا اخراج کنی. ما روی مکزیکی هم داریم کار میکنیم. ما اون زمان در اداره خلیج صدای وزارت امور خارجه کار میکردیم و جمهوری اسلامی از چین و بسیار از کشورهای همپیمان خودش 500 تن 500 تن واقعا مواد شیمیایی وارد میکرد که در روزنامه ها میومد و بالاخره تحت فشارهایی که قرار داشتن، اون موقع هنوز بحث اتمی هم نبود که تحت شعاع بحث اتم قرار بگیره سلاح‌های شیمیایی، آقای البرزی به نمایندگی از جمهوری اسلامی در نشست نوامبر سال 1988 اجلاس کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی اعتراف کرد که بله ما تا حالا سلاح شیمیایی تولید کردیم، ولی با توجه به اینکه عضو به این سازمان شدیم دیگه سایت ها رو تعطیل کردیم و سلاح ها رو هم امها میکنیم. اما واقعا سازمان هیچ وقت نتونست بیاد اون سلاح هایی که تولید کرده بودن رو ببینن، نحوه امهایش رو ببینن. یعنی موضوع فقط به یک اعتراف و به اصطلاح مذاکراتی که آقای ظریف داشتن با سازمان بالاخره موضوع تمام شد، ولی اینکه سلاح ها امها شد کسی متوجه نشد. جمهوری اسلامی در ارتباط با کنوانسیون سلاح شیمیایی به نظر من یک بازی دوگانه رو به شکل بسیار ماهرانه پیش برد. اول اینکه زمانی که اصطلاح این کنوانسیون میخواست حالت اجرایی پیدا بکنه حدود 6-7 ماه پس از روی کار آمدن آقای خاتمی یا پس از دوم خرداد 76 بود، یعنی زمانی بود که جمهوری اسلامی میخواست به جامعه بین‌المللی نشون بده که وارد فرود آرام شده و دیگه دست به ترورهای خارج از کشور نمیزنه و اون داد جریاناتی مثل میکنوس دیگه پیش نخواهد اومد. پس بنابراین میخواست به جامعه بین‌المللی یک وجهه بسیار بسیار مقبولی نشون بده و همین دلیل تلاش خیلی وسیع از سوی وزارت خارجه، مخصوصا اون موقع آقای ظریف که معاون امور بین الملل بودن، بسیار تلاش کردن که بتونن آقای خاتمی و همینطور آیت الله خامنه‌ای رو قانع بکنن که جمهوری اسلامی این کنوانسیون رو تصویب بکنه. منتها بس این هست که از یک طرف میخواستن این کنوانسیون رو به موقع به تصویب برسونن که بتونن اعتماد جامعه بین الملل رو به دست بیارن، از طرف دیگه پرسشنامه‌هایی بود که با این پرسشنامه‌ها رو پر می‌کردن و اعلام می‌کردن که آیا ذخایر سلاح شیمیایی دارید یا ندارید، اگر دارید چه مقدار، چه میزان و در کجا قرار گرفته. یک بحث بسیار گسترده در اون زمان بین اصطلاح وزارت خارجه و بیت رهبری و همطور ریاست جمهوری مطرح بود و اون این بود که چه به اصطلاح مقدار از ذخایر سلاح شیمیایی رو اعلام بکنیم، چه مقدارش رو به اصطلاح پنهان بکنیم و چطوری به اصطلاح ما بتونیم این بازی دوگانه رو پیش ببریم که از یک طرف بتونیم مشروعیت بین‌المللیمون رو افزایش بدیم، مخصوصا با توجه به اینکه تا حدود 8 9 ماه قبل از
به اصطلاح پیوسته به این کنوانسیون سفرهای اروپایی از ایران خارج شده بودن به خاطر هم دادگاه میکنوس و کشتن رهبران کرد به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. آقای خاتمی صحبتش بود یک گروه خودسر این کار کرد. نخیر آقای خاتمی، نخیر ملت. من قتل پدر، قتل امید رضا میر سیافی رو جز حقارت جماعتی که نمیتونن آدم مستقل ببینن نمیبینم. و اینها یک نفر و یک اسم و خامنه ای رو رفتن. خب شما دنبال این نیستین که یک نفر اگر در دادگاهی قرار بر این باشد که به این موضوع رسیدگی بشه به این پرونده، آیا دنبال این نیستین یا اصلا کسی که فرد مشخص شکایت مشخصی از فرد مشخصی ندارید، همینجوری از کل نظام شاکی هستین که پدرتون کشته؟ مسلما آقای خاتمی. چرا؟ چون هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. در روبروی خونه این آقا با کت و شلوار عمامه و عباش در اومده با پیکان آبی رنگ، آقا بفرمایید دو کلمه صحبت داریم. میدونین عکس العمل پدرشی بود؟ توفی را انداخت به زمین، گفت بابا مرتیکه رو شناختی؟ حالا میگه دو کلمه حرف حساب دارم. کجا بوده؟ از کجا آوردن؟ کی آورده؟ دولت سوریه که خب همین سازمان ملل آمد و گفت من همه جا رو بازدید کردم و سلاح شیمیایی دولت سوریه رو دو سال پیش گفت جمع کردم تمام شده. پس دولت سوریه که علی القاعده سلاح شیمیایی نداره طبق اعلام سازمان ملل، پس این سلاح شیمیایی از کجا آمد؟ از کدام مرز آمد؟ چه جوری آمد؟ خب با توجه به اینها من این رو باورم نمیشه، مگر اینکه من به من بگن آقای بشار اسد تو تیمارستان بوده، از تو تیمارستان دیوانه شده این کار رو کرده. دولت سوریه در واکنش به اتهامات علیه خودش در خصوص استفاده از سلاح‌های شیمیایی در استان ادلب ضمن تکذیب این گناه ادعا اون را کذب محض خواند. به باور من رسانه‌ها برای اینکه مسائل اصلی رو در حقیقت بپوشانند، جنایتی که داره صورت میگیره این رو محو بکنن، در جهت تغییر افکار عمومی هستن.